دوستان و یاران مهربان من و شنوندگان گرامی، امیدوارم که روزگارتان غرق در سلامتی و خوشی و یاری و همیاری و دوستی و صلح و آرامش بگذرد. زندگیتون همیشه با عشق و مهر و سلامتی همراه باشد. یاران عزیز من، این هفته شاید چند هفته ای میخواهم از خاطرات سپهر زاهدی و همچنین خاطرات آقای اردشیر زاهدی براتون مطالبی رو عنوان بکنم. فکر میکنم خیلی جالب باشه براتون و سرگرمی خوبی است. اردشیر زاهدی در جلد دوم کتاب خاطراتش اینطور می‌نویسد. میگوید که سپهبد زاهدی بلافاصله پس از استعفا عازم اروپا شد. گویا ایشان همان وقت به عنوان سفیر سیار و نماینده ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد تعیین شدند و در ژنو اقامت گزیدند. خیر، اینطور نیست. پدرم از تهران رفت با تقریبا قهر از مقامات بزرگ ایران. به روم رفت ابتدا و بعد آمد به ژنو، اما هیچ پست و مقامی نداشت. در واقع خودش قبول نکرده بود. از وقتی صحبت استعفای ایشان پیش آمده بود، اعلی حضرت پیغام میداد که هر پست و مقامی که ایشان مایل باشد غیر از نخست وزیری برای خودش در نظر بگیرد. پدرم گفته بود که هیچ مقامی نمیخواهد و مایل است به خارج برود و مدتی به دور از کشاکش‌های سیاسی استراحت کند. به طور کلی او عقیده داشت که انتصابات باید تابع ضوابط باشد، حتی نسبت به ترفیعات ارتش و اعطای درجه ارتش بودی معترض بود. وقتی درجه ارتش بودی را بر درجات نظامی افزودند، سپهبد شاهبختی و سپهبد یزدانپناه گله کردند که درجه سپهبدی و نشان ذوالفقار در گذشته به افسرانی داده میشد که خدمات برجسته نظامی کرده بودند. حالا این اشخاص از نظر سلسله مراتب پایین تر از کسانی خواهند بود که قبلا زیر دست خودشان قرار داشتند و کار درخشانی هم نکردند. از پدرم هم خواستند که در این مورد مداخله کند. آنها گفتند ما نمیتوانیم در این مورد فرصت کنیم صحبت کنیم و شما با اعلی حضرت صحبت کنید. پدرم این موضوع رو با اعلی حضرت مطرح کرد و نظر خودش را هم در تایید نظر دیگران گفته بود. ولی افسون درجه ارتش بودی بر درجات نظامی گویا به سبب ورود ایران به پیمان بغداد و ایجاد پست ریاست ستاد بزرگ ارتشداران ضرورت داشت. باری مسئله سرپرستی سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی را اعلی‌حضرت خودشان در نظر گرفته بودند و به پدرم گفته بودند وقتی در زمان جنگ آرل هریمن همراه پرزیدنت روزولت برای شرکت در کنفرانس سران متفقین به تهران آمد، عنوان سفیر سیار داشت و این عنوان مناسبی برای شما خواهد بود که ضمن اقامت در اروپا به امور سفارتخانه های ایران رسیدگی کنید.
اما پدرم هرگز قبول نمی کرد و می گفت من دیپلمات نیستم و در خارج هم با کسی کاری ندارم. بعدن وقتی نامزدی من و والاحضرت شهناز پیش آمد، مجدداً اعلیحضرت موضوع را پی گرفتند و تأکید کردند و پدرم بالاخره روی ناچاری قبول کرد. بعد از انقلاب بعضی جاها نوشتند که سپهبد زاهدی از تهران رفت به مونترو و در ویلای گل سرخ، یعنی همین خانه‌ای که الان من در آن زندگی می‌کنم، اقامت گزید. در حالی که این خانه را بعدها پدرم به اقساط 29 ساله خریداری کرد و آخرین اقساط آن را من در سالهای بعد از انقلاب پرداختم. پدرم اول رفت به روم، بعد آمد به ژنو و در هتل ریچموند اقامت کرد. حالش هیچ خوب نبود. گلوله‌های سفیدش افتاده بود. چند روزی در بیمارستان بستری شد. بعد ویلا گابیلو را اجاره کرد. مدتی هم در آنجا می نشست. همان خانه‌ای که مصطفی تجدد خرید و اجاره داد به سرکنسولگری ایران در ژنو. همان وقت هم شایعات درباره زندگی پدرم زیاد بود. از جمله شایع شد که به پدرم سوء قصد شده. من در تهران آرام و قرار نداشتم و می‌خواستم خودم را برسانم به خارج از حال وضع او مطمئن شدم. علم که وزیر کشور شده بود نامه نوشت به پدرم، حاکی از این که فلانی خودش اینجاست اما دلش با شماست، هیچ کاری هم قبول نمی کند. پدرم نامه تندی به من نوشت که پسرم تو چه خیال میکنی؟ من عمرم را کردم، کارم را هم کردم، تو باید در مملکت بمانی و برای مملکت کار کنی. نامه را بردم دادم به اعلیحضرت که بخواند. آن زمان اعلیحضرتین در قسمت شرقی کاخ مرمر زندگی میکردند. کاخ اختصاصی را همانطور که ملکه ثریا در خاطراتش نوشته است، اعلیحضرت اجازه داده بودند ایشان طبق سلیقه خودش تعمیر و تزیین کند. اعلیحضرت نامه را خواندند و فرمودند خب درست نوشته، تو چه میخواهی؟ لابد میخواهی نخست وزیر بشوی. در این ضمن اعلیحضرت هم تشریف آوردند. من ناراحت شدم، گفتم آن که بابای من بود و سپهبد بود چه شکری خورد که بنده هوسش را داشته باشم. نه قربان، من دلم برای پدرم تنگ شده و اجازه میخواهم بروم به دیدن او. فرموندن خیلی خوب، حالا بیا برویم به نهار. سر میز نهار مجددن مرا مقداری نصیحت کردن و فرموندن هر وقت خواسته باشی میتوانی بروی پدرت را ببینی و برگردی. گفتم پس فردا میروم. اجازه گرفتم و آمدم به سوئیس. پدرم رفته بود به دیتل برای استفاده از آبهای معدنی. رفتم آنجا به دیدنش. خود من هم روی مهرهای پشتم بر اثر دستبند قپانی و کتک هایی که خورده بودم درد و ناراحتی داشتم. در آن وقت کنگره ای تشکیل شده بود، از پزشکان متخصص بحثی در گرفته بود بین دو دسته از آنها که یک دسته عقیده داشتند بیستون فقرات را برای رفع درد و ناراحتی باید عمل کرد. دسته دیگر معتقد بودند که تا وقتی میتوان درد را با کمک دارو تسکین داد نباید عمل کرد. قرار بود من بروم به هامبورگ و پروفسور هس را ببینم و اگر لازم شد عمل کنم. ولی با متخصصین صحبت کردم. عموما عمل را توصیه نکردند و می گفتند عمل خطرناکی است و نتیجه اش را نمی توان تضمین کرد. به فرض هم که مؤثر واقع شود، بعد از چند سال دوباره درد بر می گردد و احتیاج به عمل مجدد. به همین دلیل از عمل منصرف شدم و هنوز با این دردها دست به گریبانم. باری در اروپا بودم که تلگراف رسید ملک سعود پادشاه عربستان به تهران می آید و اعلیحضرت احضار فرمودند.
من خواستم بهانه بیاورم و نروم. پدرم متغیر شد و با مقداری ملامت و مقداری نصیحت مرا راهی کرد. بالاتفاق آمدیم به پاریس. از پاریس به روم. در راه روم بودیم که خبر رسید در تهران به علا سوء قصد شده است. پدرم خیلی ناراحت شد و تلگرافی فرستاد برای علا، حاکی از اظهار خوشبختی و از نافرجام ماندن سوء قصد و سلامتی ایشان. در روم پدرم را وداع گفتم و به اتفاق پرویز یارفشار آمدیم به بیروت و از آنجا با اتومبیل عازم زیارت عتبات شدیم. وقتی برمیگشتیم به ایران، در منطقه مرزی فرماندار وقت که یک نظامی بود، من و یارفشار و امید سالار نماینده مجلس را که با من بودند برای شام نگه داشت. یکی دو نفر را هم از عراقی ها دعوت کرده بود. عراقی ها خیلی با احترام ما را از مرز خود عبور دادند. آن شب هم میهمانان عراقی با میهمانان عراقی برخورد کردم و محبت آمیز با من رفتار کردند. اما یکی از آنها سرهنگی بود که دیدگاه های منفی داشت. مدتی با هم به گفتگو نشستیم. این کلونل که بعداً اسم رسم پیدا کرد، عبدالکریم قاسم، رهبر کودتای 1958 عراق بود. بعد از بازگشت به ایران، در سفرهایی که اعلیحضرتین به خارج داشتند، ملتزم رکاب بودم. اولین سفر سفر هندوستان بود که 3 هفته طول کشید. از 25 بهمن تا 18 اسفند 1334 طی این 3 هفته از نقاط مختلف هند دیدن کردیم. همه مسافرت ها در داخل هند به وسیله ترن صورت می گرفت. هنگامی که در بمبئی بودیم، خبر رسید که ژنرال اسکندر میرزا در پاکستان به ریاست جمهوری انتخاب شده است. اسکندر میرزا قبلا وزیر دفاع پاکستان بود، ضمناً همسر ایرانی داشت. همسر ایشان بیگم ناهید، دختر امیر تیمور کرالی بود که من نسبت به او علاقه و احترام خاصی داشتم، چون مردی بود با شخصیت. شاید گفته باشم که وقتی پدرم در تبعید به سر می برد، مرحوم امیر تیمور نطقی در مجلس ایراد کرد و دولت وقت را سخت مورد سرزنش قرار داد که این چه وضعی است، به چه مناسبت یک صاحب منصب ارتش ما را گرفتند و بردند در خارج زندانی کردند. این نطق را زمان ایراد کرد که ایران در اشغال قوای متفقین بود و کسی جرأت نداشت از این حرفا بزند. در دوره نخست وزیری دکتر مصدق، وقتی پدرم از وزارت کشور کنار رفت، امیرعلایی جانشین او شد. بعد از امیرعلایی، امیر تیمور کلانی به وزارت کشور رسید. در این فاصله روابط پدرم با مصدق تیره شده بود، اما مرحوم امیر تیمور اعتنا به این حرفا نداشت و به منزل پدرم رفت آمد میکرد و حتی اصرار داشت که پدرم را اگر جایی میخواست برود همراهی کند. باری متن تلگراف تبریکی را من تهیه کردم که از طرف اعلیحضرت برای اسکندر میرزا مخابره شد. این را هم بگویم که در همون ایام وقتی ما در دهلی نو بودیم، آقای علا تلگراف فرستاد و شکایت کرده بود از امیر تیمور. از قرار معلوم میخواستن متن تملق آمیزی را به مناسبت سفر اعلیحضرتین از تصویب مجلس بگذرانند و امیر تیمور با آن مخالفت کرده بود. در سفر هندوستان جواهرلال نهرو از ما پذیرایی کرد، خیلی گرم و مفصل. یکی از برنامه ها شکار فیل بود در ایالت میسور. پارسیان یعنی زرداشتیان ایران که به هندوستان مهاجرت کرده اند، در میسور قدرت و نفوذ زیادی دارند. از جمله میهمان یک مهاراجه پارسی شدیم که قصر بزرگی داشت و دم و دستگاه با عظمتی. خود اون مردی بود قطور و بلند قامت که با آن هیکل قولاسا جزو ماهرترین شکارچیان فیل شناخته می شد. شکار فیل بسیار خطرناک است و دقت و ظرافت زیادی لازم دارد. شکارچی باید در لحظه معین تیر خود را به مغز یا قلب حیوان بزند. اگر در هدفگیری اشتباه کند،
فیل دیوانه و از و حمله می کند و هر چه و هر که را سر راهش باشد از بین می برد. یک روز قبل از آن که برویم به شکار، ما را بردند به باغ وحش و بعد فیل می نشان دادند و تعلیم دادند که باید به چه کار بکنیم، چه کار نکنیم. هندی ها خیلی در این مورد تاکید داشتند و مراقبت می کردند. علتش این بود که چندی قبل وقتی والا حضرت غلام رضا رفته بود به پاکستان، او را میبرند به شکار فیل و در موقع شکار فیل حمله میکند و آن فیلی هم که والا حضرت سوارش بود به وحشت میافتد و میخواهد فرار کند و در وضع خطرناکی پیش میآید. هندی ها نگران بودند که مبادا این وضع در آنجا هم تکرار شود. مرا با چانگو سوار فیلی کردند. چانگو ایرانی الاصل و زردشتی بود و به عالی ترین درجات ارتشی هم رسید. من با اعلی حضرت و اولیا حضرت شوخی می کردم و می گفتم قربان، اگر قرار است کسی در این شکار قربانی شود، چرا قرعه به نام من می افتاده است؟ من چه گناهی کردم؟ در هندوستان بودیم که جواب تلگراف تبریک از پاکستان رسید و دعوت شده بود که در راه بازگشت توقفی هم در پاکستان داشته باشیم. رفتیم به پاکستان. همزمان پرنس علی خان مرحوم هم میهمان اسکندر میرزا بود. باز آنجا مشکلی پیش آمد. سپهبد یزدان پناه و سرلشکر وسوق وزیر جنگ آمدند پیش من. گفتند جای ما را در سر میز شام زیر دست همراهان پرنسس علی خان تعیین کردند و این مناسب شأن ما نیست. با رئیس تشریفات کاخ صحبت کردم. گفت پرنس علی خان علاوه بر اینکه میهمان رئیس جمهوری است، از نظر مقام مذهبی امامت اسماعیلیه در هند و پاکستان موقعیت خاصی دارد. اگر جاهایی که قبلا تعیین شده است عوض کنیم، ماجرا درست می شود. من مانده بودم که چه بکنم. بالاخره دست به دامن خانم رئیس جمهور شدم. بیگم ناهید آمد و با یزدان پناه و وسوق صحبت کرد که اگر آن اندازه برای شما مهم است، ما جاها را عوض میکنیم، ولی بدانید که میهمانان ما به سختی خواهند رنجید. بالاخره رضایت دادند و مشکل حل شد. سفر بعدی سفر ترکیه بود که 18 روز طول کشید، از 22 اردیبهشت تا 8 خرداد 1335، 10 تا 29 ماه 1956 که در آن ترک ها پذیرایی بسیار مهم و با احساسی کردند. بالاخره در تیر ماه همان سال سفر شوروی پیش آمد. از این سفر خاطرات زیادی دارم. روزها خیلی گرم از اعلی حضرتین استقبال کردند. برای اولین بار زیر پای مهمانان خود که از یک کشور پادشاهی می آمدند، فرش قرمز گستردند و تشریفات و پذیرایی شاهانه در نظر گرفته بودند. به یاد داشته باشم که این مسافرت همراهمان با دوران اقتدار خروشچف و مخالف سخت او با پیمان بغداد، مخصوصا عضویت ایران در این پیمان می باشد. وزیر امور خارجه علی قلی اردلان در آن سفر همراه نبود. از وزرا ابراهیم کاشانی وزیر اقتصاد ملی بود که روسی هم خیلی خوب می‌دانست. مرحوم ساعد مراغی بود. سپهبد جهانبانی بود. سپهبد یزدان پناه بود. محمد ساعد روسی را به حد فصاحت و کمال می‌دانست. سپهبد جهانبانی و سپهبد یزدان پناه هر دو در روسیه تحصیلات نظامی کرده بودند و با این زبان آشنایی کامل داشتند. سرتیب نصیری فرمانده گارد بود. همچنین سرلشکر ایادی و ابوالفتح آتابای سفیرمان در مسکو هم مرحوم عبدالحسین مسعود انصاری بود. اعلی حضرت فرمانده بودند ما همگی در موقع مذاکره حضور داشته باشیم. یک طرف میز در کاخ کرملین ما می نشستیم و در طرف دیگر وروشیلوف و خروشچف و بولگانین و میکویان و مولوتف و گرومیکو و دیگران مذاکرات اولیه طبعا بر محور پیمان بغداد دور میزد.
اعلی حضرت در پاسخ گله‌گذاری خروشچف دبیر کل حزب کمونیست که چرا ایران با عضویت در پیمان بغداد به صف دشمنان اتحاد جماهیر شوروی پیوسته است، می‌فرمودند پیمان بغداد پیمان دفاعی است و پیمان تعرضی نیست و ایران به دوستی خود با همسایه شمالی اهمیت می‌دهد. اما نظر به تجارب گذشته نمی‌تواند از دوستی طرف مقابل مطمئن باشد، به دلیل اینکه بعد از خاتمه جنگ دوم جهانی امریکا و انگلستان به وعده خود وفا کردند و در زمان مقرر نیروهای خود را از ایران بیرون بردند. اما کشور شما به تعهد خود عمل نکرد و ارتش شوروی در ایران باقی ماند و عائله آذربایجان و کردستان را درست کردند و می‌خواستند مملکت ما را چند تکه کنند. بعد هم با تقویت حزب توده و از طریق این حزب مقاصد دیگری داشتید و این تجربه های تلخ به ما حق می‌دهد که از برنامه های دفاعی غافل نباشیم. در جواب اعلیحضرت خروشچف می گفت که آن قضایا مربوط به دوره استالین است و ما سیاست های استالین را ترک گفتیم و چنین چنان مذاکرات به وسیله علیوف ترجمه می شود که فارسی و روسی را به خوبی می دانست. گویا مدتی هم وابسته مطبوعاتی و فرهنگی سفارت شوروی در ایران بود. ضمناً سفیر ما در مسکو که پدرش مشاور الممالک انصاری هم در زمان انقلاب سفیر ایران در روسیه و چند بار وزیر امور خارجه بود، بهتر از خود روسها روسی را می دانست. خروشچف مرد با نمکی بود. یک روز به اعلیحضرت گفت که سفیر شما روسی را بهتر از من صحبت می کند، چون زبانی که او صحبت می کند زبان فاخر طبقه بالاست. من در خانواده کارگری بار آمدم و خودم کارگر بودم و زبانی هم که حرف میزنم هنوز همان زبان کارگری است. آنقدر محیط خودمانی شده بود و خروشچف با همه گرم میگرفت و شیرین زبانی میکرد که من هم یک بار از دهانم در رفت و به شوخی چیزی گفتم که جای گفتنش آنجا نبود. یک روز خبر دادند که در برنامه بازدید اعلیحضرتین تغییر داده شده است و باید برویم به فرودگاهی برای مشاهده هواپیماهای ساخت شوروی و مانور هوایی و زمینی. سپیده‌دم حرکت کردیم. با هواپیما به محل مانور رسیدیم. من اولین بار بود که جت‌های شوروی را می‌دیدم. از جت‌های مسافری گرفته تا بمب‌افکن و بازی و شکاری، مانور آنها هم تماشایی بود. گویا این برنامه را ترتیب داده بودند که قدرت هوای خود را به ما نشان بدهند، شاه ایران را به خودش بیاورند. باری آنجا مقدار زیادی خاویار روی میز پذیرایی چیده شده بوده که من وقتی آنها را دیدم گفتم این خاویارها مال ایران است. علیوف ترجمه کرد. خروشچف گفت خیر، اینها مال شوروی است. اعلیحضرت به من خیره شده بود که بفهمد مقصودم از این فضولی چی است. گفتم شما می دانید چرا ماهی های استروژن از شمال می آیند به جنوب و در آبهای ایران تخریزی می کنند؟ خروشچف گفت بله، برای این است که آب ولکا آلوده است و با قدرت زیاد به دریا وارد می شود و ماهی برای تخریزی به آبهای دورتر می رود. گفتم نه خیر، اینطور نیست. دلیلش این نیست، دلیلش این است که ماهی ها در شمال جرأت ندارند دهانشان را باز کنند و از ترسشان می آیند به جنوب. در حال ناگهان سکوت سنگینی برقرار شد. من دیدم اعلیحضرت طوری نگاه هم می کند که از صد ملامت زبانی بدتر است. تازه متوجه شدم که چه غلطی کردم. خیس عرق شدم، ولی خوشبختانه خروشچف به فریادم رسید. خنده مفصلی سر داد و موضوع را به شوخی برگزار کرد و مجلس از حالت وحد و سکوت بیرون آمد. بازگشتیم به مسکو. در کاخ کرملین پذیرایی نهار ترتیب داده شده بود. ما را بردند به تالار سن جورج که سالن بسیار مجللی است و از عهده تزارها باقی مانده. روس‌ها
در پذیرایی هایشان پیاپی گیلاس های ودکا را بلند می کنند و میهمانان ناگزیرند به آنها هم پیاله شوند. من همیشه مقداری کره یا روغن زیتون همراه داشتم که قبل از صرف غذا می دادم به اعراضت بخورند تا از زهر مشروب دور بشوند، زهر مشروب را بگیرند. نهار آن روز یک نهار رسمی و مفصل بود. نهار که تمام شد، خورشه برخاست برای ایراد نطق. اول دستور داد که یک شیشه ودکا برایش آوردن. ودکا را قل قل ریخت توی لیوان. بعد به همان راحتی که من و شما آب میخوریم، ودکا را خورد و خورد و خورد. و لیوان خالی را بالای کله براق دست ته تیغ انداختهش گرفت و برگردان که معلوم شد حتی یک قطره هم در آن باقی نمانده است. آن وقت شروع کرد با لحن خشنی به ایران و اعلی حضرت حمله کردن که به شما میگوییم با ما دوست باشید و متقابلا دوستی ما را جلب کنید. شما با ما دشمنی میکنید. ما هر لحظه بخواهیم قادریم به ایران حمله کنیم و ایران را ببلعیم. هر چه هم شما نیرو جمع کنید و اتحاد نظامی تشکیل دهید، قادر نخواهید بود در مقابل ما بایستید. بدانید که شوروی نمیتواند در برابر این پیمانها که شما ایجاد میکنید بی تفاوت بماند. نطق خروشچف چنان تند و تهدیدآمیز بود که همه را مبهوت کرد. من در بین دو ژنرال قوی هیکل شوروی نشسته بودم که سینه هایشان غرق مدال را نشان بود. یکی از آنها مارشال جوکوف فاتح برلین بود. کم کم حالت عصبی پیدا میکرد. نگران بودم که حالا چه پیش خواهد آمد. آنجا اعلی حضرت عکس العملی نشان داد که از شجاعت و سیاست ایشان حکایت میکرد. وقتی خروشچف نطقش را تمام کرد و نشست، اعلی حضرت که قبلا مقداری کره و روغن زیتون را بلعیده بودند، برخواستند و فرمودند ودکا بیاورید. ودکا را آوردند. ودکا را ریختند توی لیوان. لیوان را تا نیمه نوشید و گفت: اعلی از امروز روز خوبی است. چه خوب شد امروز آمدیم اینجا و این حرف ها را از شما شنیدیم و دانستیم که در تشخیصمان اشتباه نکردیم. این چند روزه حرف های از شما شنیدیم که ممکن بود ما را به اشتباه بیاورد و باور کنیم که سیاست های شما عوض شده است. حرف های شما داشت در ما اثر میکرد، اما امروز خودتان را لو دادید. تا به حال میگفتید این حرف ها و این افکار مال دوره استالین بود. حالا میبینم که خیر، همان افکار را در سر دارید و همان حرف ها را هم میزنید. پس ما حق داریم مراقب خودمان باشیم. برای همین است که وارد پیمان بغداد شده ایم و من تأکید میکنم که اگر شما بخواهید روزگاری به ما حمله کنید، ما و ملت ایران تا آخرین قطره خون خود ایستادگی و از وضع خودمان دفاع خواهیم کرد. خیلی شمرده و محکم اعلیحضرت به یکایک که مطالبی که خروشچف عنوان کرده بود جواب داد. بعد لیوان را برداشت، تا قطره آخرش نوشید و برای آن که نشان داد یک قطره هم در آن باقی نمانده است، لیوان را برد به طرف گلدان پر از گلی که روی میز قرار داشت. اما پس از تأملی با یک ژست شاهانه از این که لیوان را روی گل برگرداند منصرف شد و حتی کمی آن طرفتر روی یک طرف روی ظرف نقره واژگون کرد. میگویند که مرد پخته و معتدلی بود برخاست و گفت: احساس میکنم سوء تفاهمی رخ داده و اشتباهی در ترجمه کلمات رفیق خروشچف پیش آمده. اعلیحضرت بیدرنگ پاسخ دادند که خیر، اشتباهی در کار نیست. بی جهت آقای علیوف را متهم نکنید. من به ترجمه ایشان اکتفا نمی کنم. سفیرمان که خودتان اذعان دارید روسی را بهتر از روس ها می داند، سخنان آقای دبیرکل را کلمه به کلمه برای من ترجمه کرد. باری جلسه در فضای نامطبوعی پایان یافت و فردای آن روز هم مسکو را ترک گفتیم و از طریق باکو به ایران بازگشتیم. حالا و اعلیحضرت بیدرنگ پاسخ داد که خیر، اشتباهی در کار نیست. بی جهت آقای علیوف را متهم نکنید.
من به ترجمه ایشان اکتفا نمی کنم. سفیرمان که خودتان اطمینان دارید روسی را بهتر از روسا می داند، سخنان آقای دبیرکل را کلمه به کلمه برای من ترجمه کرد. باری جلسه در فضای نامطبوعی پایان یافت و فردای آن روز هم مسکو را ترک گفتیم و از طریق باکو به ایران بازگشتیم. پس از بازگشت از این سفر و ایستادگی اعلیحضرت در برابر گزافه‌گویی های نیکیتا خروشچف و آن نطق کذایی وی در شورای پلوتوم حزب کمونیست به این مضمون که ایران به زودی چون سیب رسیده‌ای به دامان ما سقوط خواهد کرد، جنگ رادیویی که جنگ امواج نامیده شده با وسعت و شدت بی‌سابقه آغاز شد و مدت‌ها ادامه یافت. سرانجام روس‌ها از طریق سفیر خودشان در تهران که در راه بهبود روابط بین دو کشور تلاش می‌کرد، آماده صلح و آشتی و مذاکره شدند و این جنگ تبلیغاتی را با پیروزی ایران پایان یافت. دوستان عزیز من، قصه بسیار شیرین است و تصورم می‌کنم که تا به حال این مطالب را نشنیدید. بنابراین به من اجازه بدهید که یکی دو جلسه دیگر این قبیل مسائل رو ادامه بدهم. روزگارتان خوش تا برنامه بعد.